کاروان زیارتی آرزوی کربلا. اعزام کاروانهای زیارتی از آلمان به عتبات عالیات با تمامی خدمات مسافرتی، اخذ ویزای ایران، عراق و ترکیه، فروش تیکت های اروپا و آسیا. اشتباه بهسود را در شهر فیض‌آباد بدخشان نیست تکرار کردند. محافظان والی بر روی معترضان شلیک کرد و 45 تن را زخمی ساخت و 4 تن دیگر را نیز به شهادت رساند. اما چرا مسئولان امنیتی ما و مسئولان حکومتی ما اصلا در قبال مردم اینقدر بی‌توجه هستند؟ به نام خدا، سلام بر شما خاتمان عزیز. آرزومند هستم هر جا که هستین صحتمند و سرحال باشین. امروز تاریخ 9 جون هست و برابر با 19 جوزای سال 1400 هجری شمسی. دیروز متاسفانه تظاهرات باشندگان شهر فیض‌آباد بدخشان به خشونت گرایید و در نتیجه محافظان والی، یعنی محافظان جناب آقای ذکریا سودا، بالای مردم و معترضان شلیک کردند که در نتیجه 45 نفر از زخمی ساخت و 4 تن دیگران شهید ساخت. دیروز گزارش ها می رسان که 3 نفر شهید شده و 30 نفر زخمی شده، اما امروز آمار رسمی را که نهادهای مربوطه به خصوص مسئولان صحی شریک کردن و نمایندگان مردم بدخشان در پارلمان و همچنان رئیس پارلمان این را بیشتر در موردش وضاحت داد، دیدیم که عمق فاجعه بیشتر هست. یعنی نزدیک به 50 نفر توسط محافظان والی به گلوله بسته شده است. اما ماجرا چی قرار بوده؟ مردم چرا اصلا تظاهرات کرده بودند؟ هدف تظاهرات هم نبود امنیت در شهر فیض‌آباد بدخشان، نبود آب و برق بوده. 3 موضوع بسیار مشخص که از حکومت میخواست. آب و برق برای ما باید زمینه شفر هم بکنید و زمینه امنیت هم. خب در اینجا مردم اعتراض کرد و در بین مردم هم افراد اشخاص گوناگون هست. برخی یکان وقتی شعارتون میتن، برخی کاملا عادی هست و برخی هم متوسط هست. خب طبیعی هست که زمانی که برخورد نیروهای امنیتی با مردم خشین باشه، مردم خشمگین میشه. مثلا یک پلیس، یک مأمور امنیتی که در اونجا هست، یک دشنام بده، یک حرف تندی به معترضان بزنه، مردم خامخواه خشمگین میشه. اما دلیل شده نمیتونه که محافظان والی بیایه بالای مردم شلیک بکنه و چند نفر دیگر شهید بسازه و زخمی بسازه. دقیقا کاری که در بهسود هم انجام دادن و متاسفانه ما در بهسود دیدیم که بین 12 تا 18 نفر رباطه مختلف بود در اونجا شهید شدن و بیش از 30 چند نفر دیگر زخمی شدن. چرا؟ به خاطر از این که میگم نیروهای امنیتی حس کرد که سر ما کدام خطری هست و برای سر ما سنگ زدن مردم. اول دعایشان این بودن که در بهسود سر ما فایر کردن، از بینشان سلا داشتن افراد و نارنجک انداختن بر ما و ما فایر کردیم. خب در حالی که بعدن مشخص شد که نه نارنجک بودن نه تفنگ، فقط با سنگ زده بودن مردم. اما در بدخشان هم اعتراض شده و اعتراض هم به خشونت گرایده. ما در صحنه نبودیم که اینجا بیایم قضاوت بکنیم که مردم اولین بار کار را به خشونت کشان یا نیروهای امنیتی، ولی خب حداقل یک چیز عقل حکم میکنه، منطق حکم میکنه که مسئولین امنیتی و محافظان والی به هیچ عنوان نباید برای مردم این گونه در برابر مردم این گونه ایستاد میشد و بالایشون شلیک میکرد. خب نهایت مردم چی کار میکرد؟ میرفتن از مردم میپرسین خواست شما چی است؟ خب خواست ما امنیت است، آب و برق است. خب آب و برق شعار بدیم و تظاهرات را بکنید. فرضاً مردم خشین بود، میگه ما میخواهیم که امی ولایت تصاحب بکنیم یا دروازه ولایت بسته بکنیم. خب بیاینم دروازه ولایت بسته کنید، مهر لاک کنید، هر ولایت، هر ریاست دیگر در ولایت میخواین مهر لاک کنید، برین مهر لاک بکنید تا که بالاخره به خواسته شما رسیدگی شوه. منطقی را میگن. و وظیفه والی هم امی بود که میامد با مردم صحبت میکرد. خب مردم اگه میگفت تو والی بیا از ولایت بر شو، خیر از ولایت بر میشدی، چی میشد نهایت؟ چی مرد یک جای دیگه میشدی؟ یعنی امی گپ ارزشی رو داره که تو بره با جان مردم بازی بکنی؟ ببینید دقیقا چند سال پیش فرمانده علی پور زمانی که در کابل سرش توطیه شد و بازداشت شد، ما عین وضعیت در بامیان تجربه کردیم، در کابل تجربه کردیم، در دایکندی هم تجربه کردیم. در دایکندی قماندانش
یکی از برادران تاجیک است، منم فهم که حالا فکرم در فراق مندان امنیه هست، آقای غفوری خداوند حفظش کنه هر جا که هست. بسیار آدمی زرنگ بود. زمانی که مردم تظاهرات کرد، مردم هم خشمگین بودن، آمد پیش روی مردم که ما امنیت چون نمیگیریم، مردم خشمگین بود، یکم رفتار تندی هم با پلیس داشت. آمد گفت مردم پلیس محافظ شماست، چی میخواین شما؟ مردم گفت ما میخواییم که دروازه ولایت بسته شود، دروازه ریاست ها بسته شود. گفت بین ما پیشموشم، اد لازم به خوشنود کشانده شدن تظاهرات نیست. هر جایی که مهر لاک میکنین مهر لاک کنید. ما قد شما هستم. مردم هم قبول کرد، رفت تمام ریاست ها رو دروازه شون مهر لاک کرد. همه چیز ختم به خیر شد، بینی یک نفر دادای کندی خون نشد. اما در بامیان هم مردم هم میخواست چی بود؟ که ما میخواییم امی ریاست ها و امی نهادهای امنیتی مهر لاک شود تا زمانی که فرمانده علی پور آزاد شود. قماندان امنیه که غیرتی که چرا ما حکومت هستیم، نمیفهم تو بد میکنی که دروازه‌ی قماندانی رو ولایتی میخوای مهر لاک بکنی، میزنیم اتون. آمار شهدا در اینجا بیش از 18 نفر بود، هرچند که رسانه ها فکر کنم بین 8 تا 10 نفر اعلام کرد، ولی چندین نفر ما میشناختم کسایی هستی که با ما رابطه فامیلی داره، در جمع شهدا نام شهدایشان نبود ولی نفر شهید تو دفتر اینا. حتی نفرایی بودن که در تظاهرات نبودن با گلوله، متاسفانه با گلوله پلیس به شهادت رسید. دقیقاً این کار در بدخشان هم شده. خب نهایت مردم بدخشان فرض کو حتی اگر میخواست یک چند تا موتر بیسوزانه، خب چند تا موتر میسوختن، ارزش جان چند تا نفر داره؟ طالبان هر روز موترای شما رو میسوزانه، هر روز تانک شما رو میسوزانه، امروز هلیکوپتر هم در جهت توی میدان وردک زد. آب از آب تکان نمیخوره. خیر مردم خشمگین بود، نهایت یک چند تا موتر درب داد. یکی دو موتر درم داد، خود مردم میام جلوش نمیگیرید، میدید که واکنش کس در برابرشان نشان نمیده. قطعا اون مظاهره کننده ها بین خود چند تا ریش سفید چند تا بزرگ داره که بیام جلوی کسانی که خیلی احساساتی شده بوده رو بگیره و بگه که یک موتر زدی موتر دومی را در نتی. ما منطق همینجا حکم میکنه که حکومت باید در برابر مردم سلاح نکشه. آقای سودا والی بدخشان ادعا کرده که اینا خشمگین بودن، نمادم فهم آمده عرایز در داده، شابی عرایز در داده. خب فرض کو امی مردم اگه خشمگین هم بودن، اول شابی عرایز در نداده، زمانی که سرشان فایر شده و 4 نفرشان شهید شده و 45 نفرشان زخمی شدن، مردم خشمگین شده، هر جک در برابرش برابر شده در داده. در اول اگه می آمد فرضاً میگفت دروازه ولایت ما مهر لاک میکنیم، دروازه ریاست ها رو ما مهر لاک میکنیم، خب میماندیم مهر لاک میکرد، چند روز میشتین مذاکره میکردین، نهایت چی مثل فاریاب مردم میگفت ما والی رو نمیخواییم، والی برکنار شوه، والی میرفتن. امروز شما آمدین ده ها نفر در ماتم نشاندین. اصلا جناب والی امی ارزشش داشت؟ قماندان امنیه و قماندان گارد های والی بدخشان، شما چی جواب دارین برای امی مردم؟ 45 نفر زخمی است، خدا میدانه که وضعیت چند نفر از اینا وخیم هست. تو جوابت برای از مادرم و شهیدا چی هست؟ حکومت داری با این نمیشه. وقتی ما دموکراسی شعار میدیم یعنی حکومت از مردم هست و باید صدای مردم شنیده شوه. اگر خواست مردم بر حق است باید خواستش شنیده شوه. اگر خواستشان نادرست هست باز شما میتونید که از مجراهای قانونی بیاین قناعت مردم حاصل بکنید. میدیا هست، رسانه ها هست، بالاخره هر کسی که بخواه ادعاهای بیمورد داشته باشه جلوش گرفته میشه، بین مردم رسوا میشه. ولی اینج مردم اومده میگه ما امنیت میخواهیم. خب حقشون است که امنیت بخواه، پس امنیت نخواه چی بخواه؟ در سرش بزنی که بد میکنی امنیت میخواهیم. نفر میگه ما آب میخواهیم، آب نداریم، در شهر آب نیست. میگه بد میکنی که آب میخواهی؟ شما که آب معدنی میارین از کجا و کجا برای شما بوتل بوتل بس تانکر تانکر بس میه، شاید بیخی با آب معدنی حمام کنید، ولی خب او مردم رو خوردن نداره چیکار کنن؟ یا مثلا برق میخوایم، خب فعلا حداقل اگه در توانتان نیست میتونستین با مردم از راه مسالمت آمیز برخورد بکنید و بگین کمی لحظه امکانات دسترس ما نیست، یعنی قدر بودجه داریم باید چیکار میتونیم. ولی خب خواستای مردم کاملا منطقی بودن. یک شما بی مورید در برابر مردم استاد شدین و بالایشون شلیک کردین، شما قاتل مردم هستین، قاتل ملت هستین و باید نهادهای عدلی و قضایی شما رو پیگرد بکنن، شما رو باید جلب بکنن، باید محکمه شوین. اگر خب البته در یه حکومت که محکمه نیست،
هر کسی که مردم کشت بازار ما رو میبینیم تعریفه کرد. فردا دیدم که همین آقای سودا که محافظین چه نفر را کشتن شهید کردن، چند نفر دیگر زخمی کرده و ملت داغدار کردن. یک روز دیگه میکنیم که سوارو زمانی والی شد یک گلایت دیگه، یا یک می وزیر میشه، یا یک می جمع معاون میشه. هیچ شک نیست در حکومت آقای غنی خود در رأس قدرت هستی. فعلا وضعیت خراب هست، باید در برابر طالب ایستاد شویم، در برابر داعش ایستاد شویم، در برابر کسانی که ملت تشنه خونش است ایستاد شویم. دیس را طرف ملت دراز کو، تو به جای از اینکه بی بوری در پیش روی ملت و مردم بگی که با ما ایستاد شو، مردم از خود دور میکنی. این حکومت تو فعلا نزد مردم مساوی با طالب و داعش حساب میشه. یعنی چی؟ مردم آب میخواه بد میکنی آب میخواه، مردم برق میخواه بد میکنی برق میخواه، مردم امنیت میخواه بد میکنی امنیت میخواه. پس چی میخواه تو؟ اگه دیکتاتور هستی خب معامله شده هست که مردم بالاخره در برابر تو ایستاد شوه کلا که حکومت ترامپ بخونه. اگر نه تو واقعا باورمند به ارزش های دموکراسی هستی، پس اشتباه های گذشته دیگه تکرار نکن. هر روز اشتباه میکنی، باز هم اشتباه میکنی، درس نمیکنی، بعدش باز میگی من بهترین رئیس جمهور هستم و ما میخوایم که در برابر تاریخ جوابگو باشم. تو در برابر تاریخ جز سیاه روی چیزی دیگه نداری فعلا، واقعت هستی. برصد حرف زیاد گفتم، با مردمی بدخشان باید یک صدا شوین. مردم بدخشان رو باید درک کنید، کنارشان ایستاد شوین. خواسته های برحق مردم بدخشان باید تحقق پیدا کنه و باید این مردم به حق خود برسن. تا درود دیگر، بدرود.